خیلی مشکل بود. خب ما می‌خواستیم بریم، بعد یه نامه یا می‌فرستادیم یا مثلا قوم خشام که مثلا می‌رفتن می‌خواستن بهشون پیغام بدیم که مثلا شما این پیغام ما رو به اونجا برسونید. چند روز می‌کشه تا پیغام برگرده که مثلا ما ببینیم مثلا پیغام رسیده نرسیده یا نامه رسیده نرسیده. یه همچین مشکلاتی رو داشتیم. حالا خب تلفن شد راحت شده دیگه. سید باقر از سالهای قبل از 57 میگوید که روستای باغ‌گل با وجود نزدیکی به تهران از نعمت تلفن محروم بود. از زمانی که حتی روستاهای اطراف تهران تلفن نداشتند تا اکنون که روستاهایی نظیر خواجه‌مصر در 30 کیلومتری شرق زاهدان صاحب تلفن هستند، روایتی 25 ساله از تلاش، همت و خودباوری متخصصان ایرانی در عرصه صنعت مخابرات نهفته است. غیر از تلفن که ما نتوانستیم، باید میرفتیم تو اون خونه، فیاده میرفتیم اون روستا، فیاده میرفتیم اون روستا، یا فیاده میرفتیم شهر، از شهر به حساب متوجه میشدن که ما کار فیامی داریم. ماشین میبودم اینطور میرفتیم، اگر نمیبودم اینطور میماندیم. الان دیگه با گوشی دیگه زنگ میزنیم، الان میریم میاندیم. در شبکه روستایی کشور از 300 نقطه روستا که ارتباط داشت، امروز 38,337 نقطه داره ارتباط هست. یعنی ظرفیتی که ما ایجاد کردیم حدود 120 برابر کردیم. در کنار روستاها شبکه تلفن شهری نیز در این 25 سال توسعه یافت، به طوری که اکنون به ازای هر 100 نفر جمعیت 23 خط تلفن در کشور وجود دارد، در حالی که بر مبنای آمار اتحادیه جهانی مخابرات در حال حاضر به طور متوسط در برابر هر 100 نفر جمعیت جهان تنها 17 تلفن وجود دارد. جنگ 8 ساله خب بسیاری از منابع ما رو در واقع محدود کرد در این زمینه، چه نیروی انسانی چه منابع مالی، و تحریم ها قطعا تاثیر داره. منتها ما تلاش کردیم منحصر به یک منبع حالا خارجی نباشیم. با وجود این مشکلات، ایران در 25 سال گذشته در عرصه های نوین مخابراتی مانند تلفن همراه و فناوری اطلاعات وارد شد. در بخش تلفن همراه در حال حاضر 3 میلیون مشترک وجود دارد. در بخش فناوری اطلاعات نیز سرعت انتقال داده ها در پایان سال گذشته به ترتیب به 217 و 242 مگابایت در ثانیه برای دریافت و ارسال داده ها افزایش یافت. در مورد تلفن همراه حداقل ضریب نفوذ 30 رو دیدیم که البته اگه پایان برنامه 4 رو بخوایم ببینیم قطعا باید تعدادش از تلفن ثابت بیشتر باشه، ولی ضریب نفوذ 30 رو ضریب نفوذ مناسبی میبینیم که و اینترنت رو هم ضریب نفوذ 30 برایش پیش بینی میکنیم. بر همین اساس داریم برنامه ریزی میکنیم. اکنون سیاست مخابراتی کشور بر این محور استوار است که با توسعه شبکه های موجود و دستیابی به فناوری های جدید، دسترسی مردم به امکانات مخابراتی گسترده تر و آسان تر شود.